راستش من واسه خودت میگم، میترسم ناراحتت کنه. تنها رفتم بیشتر ناراحتم میکنه. به فکر کوچولوت نیستی؟ هنو 4-5 ماه مونده. 4-5 ماه دیگه؟ خوبی یواش. اگه دختر باشه اسمشو چی میذاری؟ مریم. خوب. اگه پسر باشه چی؟ احمد. احمد که اسم باباشه که. بزن نصرت. آره نصرت اسم خوبیه. تو چقدر آقا نصرت دوست داری؟ واقعا خیلی مرده. تو قبول نداری؟ چرا؟ قبول دارم. اگه آقا نصرت نبود ما با هم عروسی نمی کردیم. من که همیشه دعاش میکنم خدا خیرش بده، واسه بچه ها مثل یه پدر میمونه. احمد چیه؟ دلم شور میزنه. 100 دفعه بهت گفتم کم نمک بخور. بیا این انا رو بگیر، جیره خودمه، بهت قوت میده. میگن انار اینجور موقعا هم برای بچه خوبه هم برای مادر بچه. خب دیگه تا فردا صبح همینجا. خدا حافظ. خدا نمیده. احمد. بله. هیچ. خدا حافظ. آشیانه ساحل، آشیانه ساحل. بگوشم وضعیت هواپیمای ناشناس بالای کشتی را اعلام کنید. از ناخدا فردوس به کلیه پرسنل، خطر! حالت خوبه؟ ممنونم. قطنما رو آوردی؟ آره آوردم. میرمش با حاجی عباس بعد ازش تبیین. برین چرا انقدر شروع نکنید؟ برین چرا حاجی؟ قربون طبیعت تخم بده. حاجی یه تخم بده. اینجوری من به کسی جنس نمیدم، یا صف یا اصلا جلسه دارم. بیاین بچه‌ها، بیاین برید تو صف. حاجی عصبانی عصبانی ترش نکنید. چطوری حاجی جون؟ قربونت برم. حاجی میخوای برو تو صف؟ بله جلسه میذارم. وقتی چی گیرمونه میاد تو صف؟ تو صف برید تو صف. به به شاداما. بیا حاجی اینم سویچه. جنسایی که می‌خواستی برات آوردم. دست درد نکنه جوون. حاجی خدا حفظت. اینم صف. راستی احمد آقا دیدم که هماهنگی. آی جوونی کجایی که یادت بخیر. حاجی میگن جوونیاتم سر تاس بوده. حسولی باقود. حالا که اینجوره هر کی جنس میخواد باید وسائل مهمونه تو خالی کنه تا بهش بدن. ای به چشم بله. هم بفرمایید پس به سلامت یا حاجی بس دیگه. بیا بچه ها چی کار میکنیم؟ بزایی بچه بابا وای جاسه. سلام. سلام. به به سلام. سلام علیکم. خوش اومدی. صفا آوردی. بفرما. احمد آقا. هماهنگی. بفرمون بشین. یا الله. یا الله. خب میفرمودی آقا مصطفی. آره. داشتم میگفتم
که تنها راه حل روش غافلگیریه، که اونم تو دریا کار خیلی مشکلی. یکی باید پیدا بشه که پاشه بذاره و بره اون بالا. سکوی علومیه با پیشرفته ترین رادارای رازیت کنترل وسیعی با آبرای خلیج فارس داره. جهت اطلاع، درست همین یک ساعت قبل یکی از کشتی‌های خودی همینجا مورد هدف قرار گرفت. از طریق همین رادارای کشتی‌های تجارتی هم مورد هدف قرار می‌گیرن. می‌دونین که تنها نقطه ضعف این رادارا وجود هوای شرجیه. پس روشنه که عملیات ما حتما باید تو هوای شرجی باشه. بنابراین مهمترین هدف ما از بین بردن کامل رادارای رازیته. آقا نصرت، اما دلخور اینجا دیر اومدن؟ چی؟ نه. و چی شده؟ هیچی. چرا؟ یه چیزی شده؟ نه، میخوام ابروز تنها برم دریا. ما با هم شروع کردیم، با هم هم تمومش میکنیم. به جز این روز. نمیخوام تو بیای. اطلاعات عملیات یه کار گروهیه، خودت بهم یاد دادی. گفتم که به جز امروز. حرف آخرتو بزن. آره من گناهکارم، چون رفته بودم زنمو ببینم. خب مگه خلاف شرعه؟ زنمه. اون اومده اهواز توی بیمارستان کار میکنه، منم هر چند وقت یه دفعه میرم میبینمش. این که گناه نیست، مگه این که من تو کارم کوتاهی کرده باشم. نه اصلا اینطور نیست. چرا عقاید من و تو در این مورد با هم فرق میکنه؟ خیال میکنی؟ اتفاقا من به این اخلاق تو قبطه میخورم. چجوری واسط بگم؟ تو قلب مهربونی داری. این کاری که تو میکنی یعنی محبت، یعنی وظیفه، چیزی که تو این چند سال من وقتشو پیدا نکردم. من اصلا از دست تو ناراحت نیستم، فقط میخواستم امروز یه خورده با خودم خلوت کنم. انشالله که اجازه میدی. هر چی گفتم فایده نداشت. اصلا نمیدونم امروز چش بود. تمام بدنش آش و لاشه. با اون گوله‌ای هم که تو کمرشه اصلا صلاح نیست تنها بره در بیاد. با اون یه دنده تر از این حرف هست. نکنه اون هنوز دنبال جنازه حمیده. شبا تو خواب همش اسم حمیده میبره. شبی هم که از آب گرفتمش میگفت منو ول کن برو حمیده پیدا. جزو اطلاعات عملیات بودن یعنی بی‌نام و نشان شدن، یعنی دلی کندن،
تنها شدن، نترسیدن، رفتن، به خط زدن و به دشمن رسیدن، از دشمن گذشتن، چشم شدن، گوش شدن، دیدن و شنیدن، شناختن، به خاطر سپردن همه ی راه، همه ی موانع، همه ی معابر، کمینها، تله‌ها، آماده بودن برای همه چیز. اینا همه تازه اول راهه. شب عملیات جلو افتادن و تا پای کار بردن همه، چه شکست خورده، چه پیروز، شاهد به مرخصی رفتن همه و کار دیگه ای رو از اول شروع کردن. دوری از خانواده، از زن و بچه، از پدر و مادر. جزء اطلاعات عملیات بودن یعنی بی نام و نشان شدن، یعنی دل کندن، یعنی قید همه چیز رو زدن، سر دادن و دندون دادن، اما تسلیم نشدن. تسلیم شدن یعنی تخلیه اطلاعاتی شدن، یعنی لو دادن عملیات، یعنی سرشکستگی. نه نه نمیدونم، حتما رفته شناسایی. خیلی ممنون سید جون، خدافظ. میخوای من بمونم؟ نه نه برو، خدافظ. خدافظ. چرا نمیری این گوله را تو تنه در بیاری؟ نهست کردی خودتو شکنجه کنی؟ یا خیال میکنی روی این تنی؟ نه ترس، اگه دو هفته تو بیمارستان بمونی جنگ تعطیل نمیشه. میدونم میدونم، تو از اول رو طرح اسکله یلومنگه کار کردی. هیچ کسم مثل تو این منطقه رو نمیشناسی. طبق معمول هم میخوایی تا آخرش باشی. ولی خب که چی؟ خیال میکنی قضیه تمومی داره؟ تا بوده همین بوده، تا هستی همینه، مگه اینکه عمرت تموم بشه؟ بس دیگه اینقدر به خودت زور نگو، تو هم بشری، یه خوردم به خودت برس. نه داداش من، همه یه کارا رو تنهایی نمیشه انجام داد. یه نگاه به خودت کردی؟ به زندگیت، به زنت، به بچهت یه نگاه به خودت بکن. ببینی مثل چی شدی؟ ببینی مثل یه ماشین جنگی میشی، یه ماشین جنگی که همه جاش پر از ترکش و خمپار است. اما این ماشین جنگی دیگه یواش یواش داره از کار میفته. تازه آقا امروز هوس کرده بود تنها بره دریا. امروز دریا چقدر قشنگه.
لنگکو بده من. آغون شده روشن نمیشه. خوبی احمد؟ خیلی نوست. من از همه یک قسمت ها عکس گرفتم، هیچ تغییری نکرده. خیلی خوب، چیزی نیست. نه تو برو، تو برو، من نمیتونم. من تو رو بر میکردم، تو باید برگردی. دست تو نیست نصرت، کار من دیگه تمومه، تو باید بری، قایقاشو الان میرسه. تو باید برگردی. اینجوری هر دومون گیر میفتی. تو باید با من بیای. بیترسی تخلیه اطلاعاتی بشم؟ چرا اینطوری با هم حرف میزنی؟ خواهش میکنم برو نصرت. من با چه روی برگردم؟ میدونی سور نیست نصرت، چرا نمیخوای بفهمی؟ آب شور زخمام میسوزونه، میخوای شکنجم بدی؟ من با معصومه قرار داشتم، نظر منتظرم بمونه. صدای قایقاشون داره میاد، برو.
من چجوری میتونم باز به هم دیگه بیرسیم؟ برو برو برو. نصرت این وصیت نامش این نامرم برای شما نوشت. خدمت دوست و برادرم نصرت، هیچ وقت جرأت نکردم تا اون چه رو که در دل دارم با تو در میون بذارم. همیشه نگران بودم که مواد باعث رنجش تو بشم. تو که به تنهایی رنج همه رو به دوش میکشی. من هر چی داشتم و دارم از تو دارم، دنیا و عاقبت به خیری رو، دنیایی که تلخیاش رو از من گرفتی و شیرینی جایگزینش کردی. مخلصانه بگم ازت ممنونم بابت همه چی. زنم معصومه، تو بودی که بانی این امر خیر شدی. نمیدونم چرا یه دفعه اینطور دارم با تو درد دل میکنم. گفتم شاید امروز دیگه غروب آفتاب رو نبینم. راستش حال دیگه ای دارم. چند شب بود یه خواب خوب میدیدم، یه ساحل سبز خوردم. نمیتونم برات توصیف کنم. همه اونجا بودن و منو میطلبیدن و به تو سلام میرسوندن. فردا معصومه تو بیمارستان منتظر منه. اونو در انتظار نذار. ساک و اساسیه منو بده بهش. خدا میدونه شاید این قسمت شیرین به تعویق بیفته و منو تو بازم تو قایق عاشورا سینه دریا رو بشکافیم و جلو بریم. به هر حال یاد تو همیشه با منه. یاد تو و اون قایق عاشورا، عاشورا و تشنگی، تشنگی و دریا. من اون چرا که میخواستم بگم گفتم. آقا نسو، تو لنگرگاهی بودی که با اطمینان خاطر به اون تکیه دادم. بس بنده یه ناچیز خدا. چرا من باید همیشه وصیت نامه‌هاتون رو به خانواده‌هاتون بدم؟ چرا من؟ مرده، بندازنش تو دریا. سلام آقا نصرت.
سلام معصومه خانم. خانم بچه ها چطورن؟ بد نیستن. سلام میرسونم خدمتتون. خدمت از ماست. معصومه خانم. بله. احمد. احمد چی؟ هیچی. گفت به شما بگم امروز نمیتونه بیاد شهر. چیزی شده؟ تو رو خدا آقا نصرت به من بگی. نه نه چیزی نیست، فقط رفته دریا. دریا؟ کی برمیگرده؟ نمیدونم کی برمیگرده. راستش من رفتنشو ندیدم. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید آقا، شما مسیرتون به مقر امام حسین میخوره؟ اونجا چی کار داری؟ آها آره آره راست میگیم، باید حکم نشونتون بدم. ای بابا، حواس منو ببین، بفهمی. بیا بالا. پس کجا داری میری؟ شما چیزی فرمودی؟ گفتم کجا داری میری؟ میرم عقب سوار شم. بیا بالا، این جلو جا هست. خیلی من راهن که رسیدیم یه وانت من آورد تا اینجا، یعنی تا همون دوراهی که شما منو سوار کردیم. از بس تو میرفت عینکم و باد برد. شانس آوردن، کم مونده بود یه کامیون از روش رد بشه. میدونین آخه خیلی تون میرن آقای. اسم من اشدره. بله حق با شماست، اسم چندان جالبی نیست. منم همیشه به بابام میگم. ولی خب برای بچه ها به هم میگن میسم. کارم عکاسیه. البته گهگاهی عکاسی میکنم. بیشتر میخوام به سبک خاطرات و امدادهای غیبی بپردازم. آها یادم افتاد، از همین حالا کارمو شروع میکنم. اکه بازم یادم رفت باتری بخرم. جدن از همصحبتی با شما لذت بردم. بازم با هم گپ میزنم. خب دیگه خدا حافظ. خدا به همراهتون. خدا حافظ. سلامت. با این حساب میکنه به عبارت 82 کیلو. نخه بازم 5 کیلو شکر کمه، 10 تا شیشم آب لیمو. گاز بده. خوبه خوبه، خاموشش. آقا سید جانم، حالا شد یه شربت تگری میخوری؟ نه قربون دسته، اول بده بچه ها بخوره. اول خودت بخور که زحمت آب میبوشی کرشی کشیدی.
ای بابا ما چی کاریم؟ حاج عباس میده به ما، ما میدیم تحویل شما. بخورین و طلبات بفرستیم به انبات حاج عباس. حاج آقا یه نگاه بکن، این یکی که دیگه حتما اندازته. حالا چی میگی؟ چیه؟ چقدر بهش بر میری؟ خوبه دیگه. فقط یه کمی گشاده، اگه ممکنه یکی دیگر امتحان کن. نه خیلی مثل که بهکن نیست. بیا برو تو یکی دیگرش سوا کن. بیا برو تو، بیا برو. لا اله بفرما، بفرما آقا اجده. میسم ببخشین آقا میسم، برو تو این بغل بپیش دست چند. دیگه چی شده؟ چیزی نیست حاج عباس، فقط با تو فانوس شکر. الحق که اجدر افکنی. سلام. 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 خسته نباشی. خیلی ممنون. بفرما آقا مصطفی. خیلی خوب. ممنونم. بعدا ترتیبش رو میدم. نصرت. نصرت. یه دقیقه بیا. گوش کن چی میگم نصرت جون. من نخواستم تو جلسه پیش بچه‌ها راجع به احمد چیزی بگم، چون که ممکن بود دل سرد بشه. منظور چی؟ بر جهت اون دست دشمنه، ممکنه حرفی بزنه. قبلا که توضیح دادم من تا حالا با خیلی ها کار کردم، البته بعضیاشون هم گیر افتادم، ولی هیچ یادم نمیاد حرفی زده باشن. احمد که جای خود داره. در ثانی اگه خیلی ناراحتی میتونی کسی دیگه ای رو جام بزنی، اینطوری منم راحت ترم. من تو رو انتخاب نکردم که حالا عوضت کنم. دستور قرارگاه نوه نبی بوده. بهتر بدونی اگه منم جای اونا بودم همین کارو میکردم. حالا برو سر کارت، وقتی برگشتی میبینم. بادویاتو برداشتی؟ بله. سلام علیکم. سلام کردم. سلام تو بی تمن نیست، باز که پیدات شد. چیه؟ دیگه چی میخوای؟ بگو ببینم. هیچی، فقط اومدم قربون شکلم. نمیخوای قربون شکلم بری، برو کنار وایسی. ببین جلیقه نجاتی که بهم دادی خیلی کوچیکه. ده پسر چند دفعه بهت بگم اینا کوچیک و بزرگ نداره، باید بنداشو باز کنی. آخه چه جوری بگم؟ انقدر کوچیکه. گفتم باید بنداشو باز کنی. همه این کارا رو کردم نشد که نشد. برو یکیشو بیار تا بهت یاد بده. دیرم میشه. باز برم دریا. قربون اون موهای فرفری برم کلاهی. خودت رو دوست نکن. یه تو که پابی اسکله تا بهت نشون بده. نه خیر، دست بردار نیست. خیلی خوب، بیا ببینیم چی میگه. قربون شکلت برم الان. را بیا. اونو بذار سرش. بفرم. حاجی در مغازه رو نبستی؟ وقتی تو نیستی خیالم راحت راحت. منظورت چی حاجی؟ منظورم اینه که انگار یه نفر سنگر منو با تدارکات عراقی ها اشتباه گرفته و هر چند وقتی با شوخی میکنه. اما بالاخره گیرش میده. ببخشیم برادر، من از واحد ثبت خاطراتم میخواستم نظرتون راجع به امدادای غیبی بپرسم. از من؟ بله از شما. بفرما حاجی، حالا تو مانه تحویل نگی، ولی به ما گفتن چیزی نگی. ما من راجب عملیات نمیخوام، فقط یه خاطره راجب امدادهای غیبی. باش. یه روز منو چهار تا از بچه ها نشسته بودیم تو سنگر که یه های خونبار خود تو سنگر رو بام منفجر شد. بعد چهار نفر غرق شدن و من زنده موندن. همین؟ آره دیگه. بیا بریم بابا، من کار دارم. تو با همه شوخی میکنی. طرف کلی هنرمند حساسه. نه حاجی جون، عکاسه. خب همون دیگه. سلام علیکم. بده من اون جلیقه رو. بده من. بده من. بده من تا بهت بگم. آها دیدی؟ حالا حرف حسابت چیه؟ میدونی چی حاجی؟ راستش میخوام بگم، خلاصه تو باید یه روزی شنا یاد بگیری. خب منظور؟ منظور اینه که حالا که جلیقه نجات پوشیدی منم هلت میدم. Thank you.
میگم داره بیا. سلام. تو کی هستی؟ اسم من مشتبه است. اینجا چی کار میکنی؟ من اون فرمانده مصطفی فرستاده که از امروز با شما کار کنم. خوش اومدی آقا مشتبه. بسم الله. بهش میگن بویه
یا علائم دریایی. این بویه یک بود. تا نقطه رهایی 8 بویه داریم. از ساحل تا بویه 8 11 مایل. از بویه 8 تا اسکله الامیه 9 مایل. این وسایل قواسی مدار بسته است، مخصوص اطلاعات عملیاته، برای اینکه حباب از زیر آب بالا نیاد. اینجا دریاست، نه سنگری نه جانپناه. آدم وقتی فرو بره کسی نیست کمکش کنه. فهمیدی؟ هیچ کس. چرا؟ یکی هست. نکنه داری منو امتحان میکنی؟ ولی من همه چیزایی رو که گفتین میدونم. ولی من تا حالا تو رو تو لشکر ندیدم. من قبلا تو واحد اطلاعات عملیات لشکر حضرت رسول بودم، جزء غواصایی که خط بندر پابا شکستن. پس واسه چی اومدی لشکر امام حسین؟ بچه های لشکر شما زبون زدن، خیلی زحمت کشیدم تا به شما رسیدم. اینجا خیلی با لشکرهای دیگه فرق نداره. آخه چیزای دیگه ای هم هست. مثلا چی؟ مثلا خود شما، همین هم صحبتیه با شما. با من؟ مگه من کی هستم؟ یک از نفسی میکنی. بس کن. من خیلی از عزیزترین بنده های خدا رو تو همین دریا جا گذاشتم. تو به این چی میگی؟ خب حتماً. خب حتما مجبور بودیم. شبی که میخواستیم به فاف حمله کنیم، گردان ما 300 نفر بود. صبح که برمیگشتیم نصف شد. من معذرت میخوام اگه باعث ناراحتیتون شدم، اما حمید جور دیگه ای از شما برام تعریف کرده. حمید؟ آره، من داداش حمید هستم، حمید میانلو، همون که یه مدت با شما کار میکرد. قربان، گزارش رسیده که دو تا از قایق‌های دشمن در نزدیکی اسکله دیده شده. غلظت رطوبت هوا بیش از حد ظرفیت دستگاه های رازیده. رادارها روشن سرفان. چشم برمان. دمای هوا 39 درجه. رطوبت 80 درجه. برمان، دو تا قایق. گمشون نکنی سروان. وایسادا. سید. سید. دیدارمون. نگذارم. نه دیگه. خیلی دیر شد. از سرفرماندهی خبر دادن قرارگاه دریایی دشمن امروز به وسیله یک اسکادران از هواپیماهامون بمباران شده.
سلام آقا نصرت. آخرش هم ما نفهمیدیم تو قواسی گشتی هستی. آخه واسه چی دنبال ما میای؟ آقا نصرت چیزه، اومدم واسه آج عباس ماهی بگیرم. آره امروز تو بمباردمان آشپزخونم داغون شد. راستشو بگو اولاد پیغمبر. راستش آقا نصرت، آقا مصطفی یک کمی نگران بود، گفت امروز من بیام به شما پوشش بدم. اشکالی نداره، فقط مزاحم کار ما نشد. خدا حافظ. چشم آقا نصرت، چشم. خدا حافظ. برو پسر که خدا به همون رنگ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یادت باشه یه ساعت دیگه درست 5 مایل بیای جلو و سوارم کن. چشم آقا نصرت، چشم. خدا حافظ. خدا حافظ. یکی از قایقا به طرف اسکله حرکت کرد. خوبه، سرفرماندهی رو بگیر. بله قربان. موقعیتش سرمان. سرفرماندهی کن. جناب سرهنگ تلال میخوان صحبت کنن. روز بخیر جنرال، تلال هستم. برای امروز چی داری؟ یادداشت بفرمایید قربان. موقعیت OO98NC. اون دستگاه چرا خاموش شد سربان؟ عرض کردم قربان، رطوبت هوا بیش از حد ظرفیت دستگاه هست. گمشون نکنی سربان. چی شده تلال؟ چیزی نیست قربان، همون مشکل همیشگی. قربان من یکی از اونها رو زنده میخوام.
سلام آقا نصرت. بخورین آقا نصرت، براتون خوبه. دست شما درد نکنه. بفرمایید. دست شما درد. سلام. ساعت خواب آقا، بعد از دو هفته خلاصه به اوش اومد. بذار ماچت کنم. اینا اناره. سلام. سلام به همه. برده بخور. به به، انار میخوری؟ بخور بخور، خونتو پاک میکنه. عجب انار خوشمزه ای. اوضاع چطوره؟ خوبی؟ آره خوبم. راستش آقا مصطفی نذاش به خونتون خبر بری، گفت ناراحت میشی. در ضمن به معصوم خانمم سپردین که خبر نده. از عملیات چه خبر؟ والا قرار بود دیشب عملیات بشه ولی فعلا افتاد آقا. نمیخواد نگران باشی، بایزد آقا مشتبه فرماندهان گردانه رو برده و اسکله رو نشونشون داده. اکثرم دیدیم اسکله هیچ تغییری نکرده، یعنی اینکه احمد هیچی نگفته. هنوز که زنش اینجاست؟ آره دیدمش، بچه های تعاون مفقودیت احمد رو بهش خبر دادن. ببخشید برادر. سلام آقا نصرت، بفرمایید بالا. منم محسن اجده. حالت چطوره؟ خوبی؟ قربون شما. چیکارا میکنی؟ میگذرونی. خوبه. گروهان سلمان از ذیل شرقی اسکله بره بالا، گروهان میسم بیا. حاجی اینم سیز جنسه که میخواستی واسه دارم. دست درد برکن. بیا اینم مال تو، برو به امان خدا. برادرهای غرباز همه بیان اینجا. محمد پیش
به به آقا نصرت، رسیدن به خیر. بچه ها کجایی؟ سید مجتبا بیاین ببینین کی اومده. سلام آقا نصرت. باشه چون خیلی خوش اومدی. بچه ها به افتخار سلامتی آقا نصرت. یک اولا دست به بچه اولا دست به اولا رادارهای رازیت روشن. نه نه، بیشتر از 5 تا قایق نباید روشن بشه. بلا تو رادارا دیده میشه. بگو بقیه‌ش هم بوکسل بکنن. چشم قسم. برو به سلامت. آقا مصطفی. آقا مصطفی چه؟ بالاخره من چیکار کنم؟ همه چی داره طبق برنامه جلو میره. ببینم حالا چه اصراری داری که با این حالت حتما خودت هم شرکت کنی ها؟ گفتم که من چیزیم نیست. تو زیادی نگران حال منی. دوست دارم نتیجه زحمات حمید و احمد و بچه‌ها رو ببینم. ان شاءالله که اجازه میدی. باشه. قربان 5 دقایق بیشتر نیستم.
قربان، قایقا برگشتن. اجازه میدین دستگاه رو خاموش کنم؟ رطوبت هوا به شدت بالا رفته، ممکنه دستگاه ها آسیب ببینن. جدا کرده. هنوزم نتونستیم با آقا نصرت و سید تماس بگیریم. بازم سعی کنید. باشه، تمام. قربان، رطوبت بیش از حد هوا از یک طرف و بارندگی و طوفان از طرف دیگه احتمالاً در مدارهای الکترونیک ایجاد اختلال کرده. برو روی خط تماسشون. معطل چی هستی؟ تو ببین چه رمزیه. قربان، تو اطلاعات داده شده همچی رمزی وجود نداره. بله قربان، حتما اشتباهی در اطلاعات داده شده بوده. در سالی تو این هوای طوفانی امکان عملیات وجود نداره. اجازه بدین رادارها رو خاموش کنی. قربان، دستگاه ها دارن از بین میرن. خاموششون کن سروان. من تو اتاق خودم هستم. اگه خبری شد بهم اطلاع بدین.
شده. حرف بزن قربان، اومدن ایرانی ها، اومدن. اصلا اینجا چه غلطی میکنی؟ قربان چیزی تو رادارها دیده نمیشه. سرفرمان دیگه رو برم بگیر. نیستم که بتونم توضیح بدم، در حال حاضر احتیاج به کمک دارم. چیکار کنیم قربان؟ مقاومت. Thank you.
جلوشون رو بگیرید، نذارید به اتاقای رادار نزدیک بشن. مقاومت کنید. نیروهای کمکی در راه هم تا چند دقیقه دیگه میرسن. دستور از سر فرماندهیه. برخواست! دو 448 مصطفی نصرت. تو این نصرت کجایی؟ بگوشم. ما رو اسکلی، نیروهای کمکی رو بفرست. باشه الان میفرستم. دنبال احمد میگردی یا حمید یا همه اونایی که باهات بوده؟ شب خیلی سختی بود آقا نصرت. خسته نباشی. من که کاری نکردم، کار اونایی کردن که رفتن. خسته نباشی. موشتر موشتر